سلام، سپر اسون به برنامه بسوی صلح خوش آمدید. با شروع سال 1400 افغانستان با چی آینده روبروست؟ آیا صلح عادلانه و پایدار در راه است؟ دیروز رئیس جمهور گفت که صلح باید عادلانه و همیشگی باشد. از زمانی که گفتگوهای صلح آغاز شده، همواره در محافل سیاسی و در بیانات رهبران سیاسی کشور از صلح عادلانه و پایدار سخن زده شده. منظور رئیس جمهور از صلح عادلانه و همیشگی کدام صلح است؟ و آیا صلح عادلانه و پایدار که سیاسیون سخن میزنند و رئیس جمهور تاکید میکند با هم فرق دارد؟ یا نه هر دو یکی است؟ اگر یکی است چرا در درون اجماع وجود ندارد؟ و به صلح عادلانه مردم و تحلیلگران چگونه نگاه میکنند؟ در کنار این، آمدن وزیر دفاع آمریکا به کابل و رفتن وزیر خارجه افغانستان به هند به ما چی چیز میگوید و چی چیز در حال تحول است؟ آیا جنگ در راه است یا نه؟ طرح آتش بس 90 روزه قرار است تطبیق شود؟ در این برنامه با مهمانان شریک در بحث این موضوعات را واکاوی قرار می‌دهم. آقایان هر یک، پرویز عربزاده عضو مجلس نمایندگان و فهیم چکری استاد دانشگاه و حبیب الله جانبدار آگاه سیاسی از لندن روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. مهمانان عزیز به بحث خوش آمدین. آقای عربزاده، بحث را با شما آغاز می‌کنیم. با شروع سال 1400 افغانستان با چه آینده روبروست؟ فرصت ها چیست؟ تهدید ها کدام است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک نبود یک نستعین. سلام به شما استاد و جانبدار صاحب و تمام ملت. و ما آرزو داریم که یک سالی که سال نو است و آرزوی ملت و مردم عمومی است که به طرف صلح خیلی آرزو داریم. و واقعا مردم ما از جنگ و دربدری که دی 41 سال میشه و هر کسی که آمد، اگر روسا بود و اگر خلقیه بود و اگر مجاهدین بود و اگر طالب بود، کلگیشان در این میزدن که ما مدافعین مردم افغانستان هستیم. مگم بدبختانه که ما حالت دیدیم که یا چی که در افغانستان حالا ببینیم. ما شما حالت افغانستان خود ما روز بر روز در این وطن زندگی میکنیم و میفهمیم که حالت وطن ما با کدام طرف روانستن. ما بارها گفتیم که در افغانستان صلح میه. آل تصمیم امریکایان نهایی است که در افغانستان صلح میه. ای که به چه رقم میه؟ باید که خود افغانا ما همپذیری داشته باشیم، یکی دیگر بپذیریم. بدون همپذیری دیگه هیچ چاره هم نداریم. وقتی که میه امریکایی ها بالای ما فشار وارد میکنن و ما بیشنیم بالای گپای یکی دیگر خود قبول میکنیم، بهتریه بود که ما تقریبا 12-13 ماه شد توافق امریکا با طالبا، در این 13 ماه ما بیشتر از 7000 افغان ها تلفات داریم. این فرصت ها زیاد بود، استفاده نشد. شما ببینید که ما این فرصت، یعنی واقعا این فرصت از دست دادیم. و ما باید که واقعا اگر کسایی میخواستیم و صلح بکنیم، صلح یعنی ایقه به ای اندازه ای که کشمکش فعلا در این 13 ماه در بیر در حسانه در پارلمان در هر جای گپ صلح هست و از دست گفتن هم دیگه ما حیران بودیم که دیگه چی بگویم. ببینیم آله تا دیر روز نظریات چی بود؟ بله، وقتی که جو بایدن آمد کاملا مردم ما گفتن شاید نظریت جو بایدن فرق بکنه با ترامپ. مگر شما دیدین اونجا یک اداره نیست، اونجا یک سیستم سیستم است. این نیست که مثلا جو بایدن رفت کاملا تغییر میکنه سیاست امریکا با آمدن جو بایدن. نه، اون چیز نیست. مثل افغانستان واره که اینجا هر رئیس جمهور بیای و هر کسی که بیای نظریت تغییر بکنه. ببینید شما آلی در افغانستان بدبختانه مشکل اصلی است که هر کس صلح را به نفع خود تعریف میکنه. شما ببینید در افغانستان بیشتر از 75 حزب
وجود داره و هر از به نفع خود صلح را تعریف میکنه، هر کس که از به نفع خود تعریف میکنه. اگر ما با وقت به خاطر وطن و ملت خود میاندیشیدیم و میرفتیم به طرف صلح و صلح قربانی میخواد، بدون شک قربانی میخواد و ما اگر به این قربانی حاضر میشدیم بسیار زیاد تشکر. در ادامه برنامه از شما بیشتر میشنویم. آقای چکری، شما چگونه میبینید؟ نوع نگاه شما با آغاز سال 1400 چگونه است؟ فرصت ها چی است؟ واقعا ما از این فرصت ها میتونیم استفاده بکنیم؟ در برابر از اونا بیشتر بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب سپیر صاحب، عرب زاده صاحب، دوست عزیز ما از طریق اسکایپ که وصل است و بینندگان ارجاوند تلویزیون وزین خورشید. در قدم نخست سال نو، بهار نو، قرن جدید با همه هموطنان خود تبریک میگم، با امید ازی که یک سال خوب و سال صلح و آرامش در پیش روی داشته باشیم. قسمی که عرب زاده صاحب گفت، ما یک چانس خوب برای ما مساعد شده، خصوصا کنفرانسی که در قرار است در انقره در استانبول برگزار شود. این اصلا سه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مسکو هم موجه حضور داشتند و در مسائل افغانستان به یک نحوی دخیل هستند، یا از لحاظ تجارت که چین است، از لحاظ سیاسی هم روس است، اینا دخیل هستند. و خوشبینی ما به این است که فعلا کنفرانسی که در ترکیه و در استانبول برگزار میشه تحت نظارت مستقیم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. گرچه سفیر ترکیه گفتند که ما این کنفرانسی که دایر میشه در مورد افغانستان تحت نظارت خود ما قرار داشته باشیم، به دلیلی که ترکیه کشوری است که در قرنها در دنیا زمامداری داشته و پرچمدار اسلام در نیم دنیا بوده، باید نشست ترکیه نتیجه داشته باشه، یعنی نتیجه مثبت داشته باشه. اگر هم به نتیجه نرسه، حداقل نقشه را باید امیج ترسیم شوه و به تصویب برسه. شما چه فکر میکنید؟ آیا واقعا صلح عادلانه در راه است؟ آن طوری که از زمان گفتگوهای صلح همین موضوع از سوی مردم، از سوی حالا سیاسیون، دیروز رئیس جمهور گفت، واقعا یک صلحی است که حالا به باور برخی ها تحلیلگرا که میگن صلح موقتی، صلح بیگانه، صلح حالا نیابتی، این موضوعات مطرح است. یک نگرانی که ما به خاطر همین موضوع حالا تلاش میکنیم با شروع سال در مورد از او بیشتر فوکس داشته باشیم. جناب سپیر صاحب، در طول 41 یا 42 سال که در افغانستان جنگ است، همیش ظاهر یا روی کرد مسئله را بر ما میگن یک چیز خوب نشان میده، اما در حقیقت منافع شخصی خود هر کشور برای خودشان دارند و او را عملی میکنند و هر کشور تا امو کسایی که در امو کشور زندگی میکنند وطن خود را خودشان جور نکنه، بیگانه وطن کس را جور نمیکنه. ایرا سیاسون ما یا کسایی که بازیگران حاکم هستند، اونا باید دقیق متوجه باشند که منافع ملی را در نظر بگیرند و یک چانس خوب است که امریکا فعلا منافعش امیر ایجاب میکنه که در افغانستان باید صلح بیه. از این صلح ما باید استفاده از امیر ببریم، منافع ملی خود را در نظر بگیریم، اختلافات درونی خود را یا قدرت‌های کاذب موقتی را باید در نظر نداشته باشیم. ما در فکر منافع ملی و در فکر ازی باشیم که چطور میتونیم که واقعا مردم افغانستان هم انسان هستند و حق زندگی را مثل دیگر کشورا که اتباعش داره، مردم افغانستان هم حق زندگی کردن را داره، تا که در یک امنیت زندگی بکنند. این زمینه را باید بازیگران حاکم در افغانستان در نظر داشته باشند. بسیار زیاد تشکر آقای چکری. آقای جانبدار سلام بر شما، شما هم به بحث خوش آمدین. دیروز رئیس جمهور گفت که صلح باید عادلانه و همیشگی باشه. میخوام دیدگاه شما را داشته باشم. از زمانی که گفتگاه صلح آغاز شده، هماره در محافل سیاسی و بیانات رهبران سیاسی کشور از صلح عادلانه و پایدار سخن زده شده. فکر میکنید این مسیری که حالا میریم به طرف صلح عادلانه است؟ به نام خداوند متعال با عرض سلام سپیر صاحب،
سلام. خدمت شما و همچنان به عربزاده صاحب و چکری صاحب و به بینندگان محترم تلویزیون خورشید سلام و عرض تبریک به مناسبت سال و سده نو. شما میفهمین که بهترین معیار و بهترین محک برای عادلانه بودن اقدامات، اجراءات، تصامیم و بالاخره صلح و تمام پدیده های اجتماعی که بالای زندگی ما تاثیر داره عبارت است از مراجعه به مردم، توافق مردم، رضایت مردم، تفاهم مردم. حال ما میبینیم که بیشتر جنگ و صلح افغانستان با بیرونی ها مربوط است و خب با مطور که بیشتر عربزاده صاحب محترم فرمودن که همپذیری و در ضمن یک فرصت خوبه که به اساس تفاهم سه کشور عضو شورای امنیت که چکری صاحب فرمودن این درست است که فرصت خوب است، لیکن مردم افغانستان به حد بالای ایالات متحده آمریکا بی باور است که در طی 20 سال به جز نقض قوانین، نقض حقوق بشر و نقض تعهدات خودشان دیگه چیز از اینا ندیدن. ما در عمل ببینیم که اینا چقدر به این تعهدات و به این اعلامیه هایی که در ظاهر عادلانه و در جهت صلح معلوم میشه که در عمل چقدر واقعا هم چنین هست. شما توافقات ژنو دیدین در وقت دکتر سب نجیب الله که ایالات متحده آمریکا یکی از تضمین کنندگان از او توافقات بود، مگم در عمل نقض کردن، در عمل به جنگ دامن زدن. حال دیده شد جنگ به نفع آمریکاست و در محیط چین و روسیه تشنجات به نفع آمریکاست. آمریکایی ها در جهت تجدید تشنجات منطقوی و منازعات منطقوی زینف هستند. به این اساس از لحاظ پرکتیکل پالیتیکس یا سیاست عملی ما بسیار امیدوار به این نیستم که اینا خودشان بره و یک صلح را در افغانستان بسیار خوب حمایت بکنه. بله آقای جانبدار، پس صلح عادلانه و پایدار یک نگرانی بسیار کلان است، درست؟ و شما فکر میکنید چگونه این صلح عادلانه اتفاق میفته؟ آقای جانبدار صحبت های شما را میگیریم، یک وقفه کوتاه داریم. به ادامه برنامه بسی صلح خوش آمدید. آقای جانبدار حرفایتان را میشنویم. خب عرض ما این هست که صلح عادلانه زمانی ممکن است که به مردم مراجعه صورت بگیره. اکنون که در جامعه ما یک انقطاب و یک انشعاب و یک انقسام توسط نیروهای بیرونی و توسط مداخلات بیرونی به وجود آمده، اگر بیرونی ها این مداخلات منفی و تخریبی را به یک متد مداخله همکاری و مثبت تبدیل کنه، در او صورت مراجعه به مردم صورت بگیره و تصمیم مردم تضمین عدالت است. به فکر من این رای حل است، نه ای که چهار نفر با اساس اقتضاعات منافع قدرت های بزرگ به تفاهم میرسه و مردم افغانستان نادیده گرفته میشه. پس بحث مردم شما یاد کردین آقای جانبدار، پس منظور رئیس جمهور از صلح عادلانه و همیشگی کدام صلح است؟ با مردم، به مردم؟ خب رئیس جمهور با اساس تاکیدات خودش که باید مراجعه به مردم صورت بگیره و انتخابات صورت بگیره، این در تیوری و از لحاظ عملی هم معقول ترین رای بیرون رفت از این بحران است، به شرطی که سهمگیری مردم طوری که معیارهای بین المللی و حقوق بشری او را تاکید میکنه مطابق از او این مراجعه صورت بگیره و انتخابات صورت بگیره، در او صورت تامین عدالت ممکن است. بسیار زیاد تشکر. آقای عربزاده، منظور رئیس جمهور از صلح عادلانه و همیشگی کدام است؟ شما چه برداشت میکنین؟ آیا صلح عادلانه که
با پایداری که سیاسیون سخن میزنن همیشه میگن صلح با عزت، اون چیزی که شما هم گفتین، یکیست دو طرف تاکیداتی که دارن یکیست یا فرق میکنه؟ ببینه من شما همی چند اصطلاحات را که من خصوصاً همی چند ماهی که میبینم، یکی صلح با عزت، صلح پایدار و صلح عدالت، این چیزایی هست. اگر واقعا ببینیم ما شما با اخلاص و صداقت مندانه پیش بریم، کار ما نتیجه میده. حالا ببینید در این تقریبا 13-14 ماه مثلا ما بیشتر افغانا رو تلفات دادیم، شما شهر مرکز دیده که روزانه به انفجار و انتحار شروع میکردیم. حالا ما به این میگیم که بی به خاطر رضای الله و به خاطر زی وطن، به خاطر زی ملتی که روزانه قربانی میته، به خاطر نظام، بی از این بگذاریم که ما صلح با عزت و صلح با عدالت و چی و چی. ببینیم ما اگر واقعا افغانای واقعی شویم و بچه وطن خود بدانیم، ما دست خارجی را دیگه این زمینه را برشان برابر نکنیم که یا بیا بر بالای ما هر چیزی که بگه و ما انجام بتیم. حالا شما دیدید این چند سال ما تجربه شده داریم که پاکستان میگفت، روس میگفت، ایران میگفت، سیاست های زنا رو ما اینجا تطبیق کردیم و بالای مردم خود رحم نکردیم، بالای وطن خود رحم نکردیم. با آقای جانبدار موافق هستین که صلح عادلانه با مردم باید شکل بگیره، نه با بیگانگان خارجی ها؟ ما اگر ما خواسته باشیم، ما عوامل تمام بختی 41 ساله را خود افغانا را میدانم. بالای ما هیچ کسی ملامت نیست، نی پاکستان نی ایران، همین زمینه را ما خود ما برشان مهیا کردیم و آمدن و بالای ما هر سیاستی رو تطبیق میکنه تطبیق میکنه. حالا ببینید ما بریم مستقیم به طرف صلح و یک حکومت قوی جور شد. شما ببینید فعلا همین یک کسی هست به نام علی پور، ما چندین دفعه در پارلمان صدا را بالا کردیم که علی پور یک کسی است که باجگیری میکنه، مردم از پیش باج میگیره، از مردم ولس، از همون ولسوالی خودشان باج میگیره. صدای ما رو کس نشنوید. پارسال شما دیدی که والی، خود والی میدان وردک صدا کرد که علیپور یک پوستر که 8 نفر خالی سلا کرده، 2 نفر هم کت خود برده و 1 تانگ هم ویر هم کت خود برده. شما ببینین همیلی مشکلات در میدان وردک یک ولسوالی است 3000 نفر مسلح داره، از این ببینید تجهیزات زیره، از این مصارفش ببینید مشکلات. ما باید که امو آدم کی حمایه میکنه، کسی از در ارک او را حمایه میکنه؟ اگر این حکومت گرفته بودیشه با تضمین معتبر خود سرور دانش دوباره اعلام شد. من میایم سر اصل مطلب. حالا ما مشکلات داریم در افغانستان، خیلی مشکلات هست. یک قماندان علی پور ما اصلاح کرده نمیتونیم. تشکر. درست است؟ و ما باید که در شهر کابل شما ببینید جرم جنایی چقدر با کدام حوج رسیده. حالا ما باید بانگیری نکنیم به خاطر حفظ قدرت خود و چوکی خود، ما ملت دیگه قربانی نتیم. بسیار خوب، شما آقای عربزاده مردم را مقصر دانستین در بحرانایی که در افغانستان بود. حالا من میخوام بفهمم که البته امیر خود مردم مقصر است. نه نه نه، امیر رهبرای ما که دست راست بودن، پس چی از خلقیش گرفته تا مجاهدینش، از مجاهدینش گرفته تا طالبش و تا حالش. پرسش مطرح میکنم که پس فرق حالا بین حکومت، رهبران سیاسی و مردم، بحث صلح عادلانه که کدام طرف حق به جانب است؟ که مردم حق به جانب است، درست نه؟ کاملا مردم به حق به جانب، یعنی مردم 40 سال میشه به خاطر زمین مردم رهبرای سیاسی یا قربانی میتن، رهبرای سیاسیشان قربانی میتن، درست؟ بله. خب یعنی فعلا هم همین وضعیت ادامه داره؟ کاملا با هیچ شپوتی کردم نمیتونیم. ما باید به خاطر ببینی بارها صدا کردیم و باز هم صدا میکنیم، صلح قربانی میخواه، اخلاص میخواه. ما مستقیم بریم به طرف صلح. اگر با یک چوکی پارلمانی ما که مثلا فعلا نمایندگی میکنم از مردمم و قربانی بخوام، ما باید حاضر باشم به خاطر این وطن و مردم خود که ما زمین یا مرای دادم و من نمایندگی میکنم. وقتی که مردم ما میگه که ما صلح میخوایم، دیگه وقتی که ما صلح میخوایم با نجوی چی؟
مستقیم بریم به طرف صلح. واقعا اگه باز ما رو مردم بخواه، خب باز دوباره ما رو روان میکنه یا پارلمان یا ولایت یا کار خود باشه. اگر ما به خاطر مردم خود قربانی نتیم، اینی حالت شما میبینه که ما بر روز صدها جوان خود عزیز داده ایسته. تشکر. پس به صلح عادلانه و پایدار مردم شریک نیست. تشکر. تشکر. بحث ما را ادامه میتیم، دیدگاه آقای شکری را هم میگیریم، اما پیش از آن میام برنامه کوتاه داریم. باز هم خوش آمدین آقای چکری. صلح عادلانه ای که مردم میخواه، حکومت میخواه، رهبران سیاسی میخواه، فرق میکنه؟ آیا گامی، هیچ گامی برداشته نشده؟ اصلا امی قسمی که پیشتر عربزاده صاحب گفت، صلح عادلانه میگه، صلح پایدار بگویم یا صلح مخلصانه بگویم، هر نامش که میمانی، مهمی است که او صلح منجر به قطع خونریزی شوه، او صلح باعث ازی شوه که مردم در رفاه زندگی بکنه، او صلح منجر به ای شوه که مردم در امنیت زندگی بکنه. امو صلح است و این صلح اجماع ملی ضرورت داره، این صلح اجماع سیاسی ضرورت داره، این صلح قربانی میخواه و این صلح چیزی است که در نهایت بر مردم افغانستان رفاه، آسایش و آرامش به بار میاره. و مهمی است که فعلا در افغانستان نه جنگ افغان شروع کرده و نه صلح هم در دست افغان است. سه کشور که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، امریکا، چین و روسیه، فعلا معتقد به می شدند که باید در افغانستان صلح به میان بیاید. از این چانس باید مردم افغانستان استفاده بکنه، خصوصا کسایی که در سیاست و در قدرت سهم دارند، از همین زمینه باید استفاده از امیر ببره. و خوب است که در کشور ترکیه هم بسیار خوب. شما از خارجی ها یاد کردین، از قدرت های بزرگ یاد کردین. اگر بریم به جزئیات بیشتر از او که حالا با شروع سال 1400 همزمان با ادامه بررسی توافقنامه دوحه سوی واشنگتن، وزیر دفاع آمریکا پس از سفرش به هند به کابل آمده. آیا وزیر دفاع آمریکا در کابل با پیام خاصی آمده؟ وزیر دفاع آمریکا که به کابل آمده، خب فعلا ما که شنیدیم فقط همه قدر بود روی کاهش خشونت ها صحبت شده و تامین روابط دو کشور. اما اونا که آمدن، وزیر دفاع آمریکا به افغانستان، از خود حتما پیام داره و پیامش هم ای است که باید امو طرحی که از طرف وزارت خارجه چند وقت پیش مطرح شده بود به خاطر تطبیق شدن امو طرح باشه و در این وقت زمینه را بر ازی مساعد بکنه که مواردی که در کنفرانس ترکیه یادآوری میشه باید از هان آماده زو باشه که او مسائل باید بپذیره. و فردا و پس فردا شورای اعضای دائمی ناتو در بروکسل جلسه دارن در مورد افغانستان و جلسه از اونام به گمان اغلب که افشا نمیشه الهی که نتیجه ترکیه اعلان شوه. و فقط آمدن وزیر دفاع به برداشت من است که از هان حاکما را آماده پذیرش برایند ترکیه بدانند. بسیار زیاد تشکر. آقای جانبدار، شما در این مورد چه فکر میکنید؟ و حالا وزیر دفاع آمریکا گفته که سطح خشونت ها بسیار بلند است، باید کاهش یابه. وزیر دفاع آمریکا با چه پیامی به کابل آمده؟ همیشه امریکایی ها به خاطر از اینکه در کنفرانس ترکیه نتایج مورد نظر خود به دست بیاره، باید طرفین تنویر کنه و زمینه سازی کنه و این تماس ها عمدتا به این هدف باید باشه. ولی فراموش نکنیم که ایالات متحده امریکا با دیگر رقبای خود در پشت پرده بر اساس اصل داد و ستود در اینجا موضع گیری خواهد کرد و با کشور هند همچنان با روسیه
و نقش پاکستان یک مقدار در مجموع یعنی مسئله صلح افغانستان این مربوط و منوط به افغانستان نیست، فقط ای اراضی افغانستان است که به خاطر اهداف قدرت ها به کار برده میشه و جای تاسفی است که مردم افغانستان در حاشیه هست. اینها حرفای ما و شما را نخواهد شنید، بلکه مطابق منافع خود بین رقبا یک میتود نو یا یک تفاهم منافع به وجود خواهد آمد که ما هم دو زینف خواهد بودیم. بخاطر ازی ار قدر یا به جنگ های نیابتی مبادرت بورزه با مو حد مردم ناتوان و کشورهای بسیار خوب زیر. بسیار خوب آقای جانبدار، آقای جانبدار فکر میکنید پای وزیر دفاع آمریکا را چی چیز به کابل در واقع کشانده و بحث منطقه است هند بالا موضوع روسیه و نشست استانبول آقای چکری مطرح کرد، یا اینکه نه طرح 90 روزه که طالبا با آمریکایی‌ها تا هنوز به توافق نرسیدن ولی رای زنی دارن؟ خب یک چیز خدا کنه که چنین نباشه، من به حد بی باور هستم که طرح افغانا را در سطح بین‌المللی کسی نمیشنوه و نه برای از او وقت که میگذاره. بخاطر از این هر افغانی که هست هر طرفی که هست او با اساس منافع ملی خود یک مقدار در او طرح یک چیز را تبارز خواهد داد، ولی جهان به تاسف ایالات متحده امریکا به صورت قطع در جستجوی منفعت ها و به خاطر استراتژی های خود تلاش داره، نه ای که زندگی افغان ها منافع افغان ها و محیط زیست ما مورد توجه از اونا باشه. 20 سال تجربه برای ما نشان داد که کشورهای بیگانه نمیتونه مشکل کشای پرابلم داخلی ما باشه. در داخل باید ما اینی مسئله را درک کنیم و نباید طرف این کشورها را بگیریم. فکر میکنید این موضوع را در داخل درک نکردن و هنوزم در اینجا حالا حکومت رهبران سیاسی مردم تنها مانده که جهان در موردش تصمیم میگیره مخصوصا آمریکا؟ اصلا خود به فکر ما که در یک نقطه با عربزاده صاحب ما در اینجا تفاوت نظر دارم و اویی که ما در نتیجه مداخلات خارجی به می حالت رسیدیم، یعنی این کشورهای رقیب و امپراتوری ها و قدرت های بزرگ است که می خواه از اراضی ما به نفع خود استفاده بکنه و ملت افغانستان مجبور و وادار ساخته و 5 نفر وابسته به اینا را ما باید میار قرار بدیم. ملت افغانستان قربانی این سیاست ها هست. بسیار زیاد تشکر. آقای عربزاده شما چه فکر میکنید واقعا پای وزیر خارجه وزیر دفاع آمریکا را چیز در واقع کشانده به کابل، بحث طرح آتش بس 90 روزه است یا اینکه موضوعات دیگه که در منطقه حل نشده مانده؟ ببینه وزیر دفاع آمریکا کمی یک طرحی را که فعلا آمریکا خودشان جور کردن و این خواستن که بیا خود مستقیم، شما دیدی آقای خلیلزاد هم مردم بیازتر چیزا مثلا سرزو یک چیزی کرد که مثلا این طالب است یا طرفداری طالب میکنه یه چیزی، ولی مشخص همی خودش به نظر شخصی من این آمده که بیادرم به این طرحی که جور شده و امی به خیرتان است و مستقیم بشنیم و فکر میکنید که به خیر مردم افغانستان است این طرح 90 روزه؟ ما شخصا خودم بله به این نظر هستم که در افغانستان صلح بیا. ای که صلح چه رقم ما میتونه آورده؟ ای مجبور هستیم، امریکا هیچ وقت بازی نمیخوره. اما گفته میشه که در مقابل تر امتیازاتی داده میشه، 7000 زندانی طالبا. ببینید سپیر امریکایی ها اگر ما شما ما قبلا هم زیاد دوستاره میشنویدم که آقای ترامپ نو در عرصه سیاست پای مانده و او قدر سیاست نمیفهم. امریکایی هیچ وقت بازی نمیخوره، این فکرتان باشه. برای امریکایی ما تو طالب کلگیشان یک چیز است، یک افغان است، یک مسلمان است، بر زونه کدام بهترت و برتریت نداریم برشان. چی نفش در طالب بود؟ طالب میره. اگر نفش با ما شما بود مثلا دیدیم که کسایی که تا دین رو در مقابلشان قال الله و قال رسول میگفت جنگیدن دوباره رفتن سرزمین ها سرزمین ها سیاست خود پیاده کردن. ولی من به این میگم که ما شما غلام یا خاد بودیم هستیم،
از این چی پوشش کرده نمیتونیم هم اکنون روابط کابل واشنگتن در چه حدی است؟ ما چی میگم؟ پرتنش هست یا اینکه حالا پرتنش نیست امیال کابل امی واشنگتن امیال بله. 5 میلیارد سالانه به افغانستان در اردو و به سکتورهای امنیتی ما کمک میکنه امی 5 میلیارد نباشه ما چی میتونیم؟ پس میخواییم بگنی که در موضوعاتی که منافع ملی ما میشه ما حرفی نداریم ببینیم ما اصلی هدف ما این است مشکلات از در افغانستان ما 41 سال میشه جنگ داره جنگ است حالت جنگیه بود آل ما بر ما اولویت صلح داره و ملت ما هم شما ببینیم بری شما یک دفعه به من حیث یک رسانه جهانی ما ملت مراجعه بکنه ملت صلح میخواد نه پروژه انکشافی میخواد نه کلینیک میخواد از پیش نه هیچ چیزی نمیخواد صرف آتش بس میخواد وقتی باید ما باید اولویت ما آتش بس است که این چه رقم آتش بس چه رقم میه و چه رقم تطبیق میشه ما باید سریزی کار بکنیم ببینیم هیچ حکمتی و هیچ یک کسی که مثلا اگر طالب است اگر حکمت است اگر هر کسی یک طرحی که میه او به نفع وطن میباشه حتما هیچ امکان نداره که به نفع مردم نباشه آل نفع ماهی است که ما امی آلت دیگه که فعلی ما داریم بر روز صدها جوان خود از دست میتیم بر روز فقر ما تا 90-95% رسیده ما از اینکه بد حالت دیگه کجا آل ما باید کار بکنیم به طرف بهبود ما یگانه رای گزینه ممکن است صلح هست و آتش بس است این که آتش بس با چه رقم میت کنیم و بیاریم امیر باید سرش کار بکنیم بسیار زیاد تشکر آقای چکری شما چون فکر میکنین که روزهای خوب در نزدیک است و روزهای روشنتر و روزهایی که نزدیک هستیم به پایان خون ریزی با تطبیق این طرح 90 روزه درست؟ در رابطه به طرح 90 روزه میخوایم که عرض بکنم که این طرح 90 روزه که از جانب طالبان این طرح به ایالات متحده آمریکا سپرده شده و در این حال در پالوی ازی خواست های هم دارند خواستشان امره های 7000 زندانی است و کشیدن لست رهبرای طالبان لست سیاست فکر کنم که حکومت افغانستان در مقابل ازی طرح مخالفت های خود را نشان خواهد داد و اصلا هدف مجالس ها، گفتگوها، نشست ها، کنفرانس ها همیست که برای یک مشکل که دو جنا داره یک رای حل برش پیدا بکنه، یک اتفاق نظر در نهایت پیدا بکنن. این نشست ها باعث ازی میشه که بالاخره هر دو طرف را متقاعد به بسازن که از موقفی که دارن تنزل بکنن تا به یک رای حل معقول و منطقی برسن. این طرح هست که طرح 90 روزه ارائه شده و طرح هم واقعا ایتو گفته که کاهش خشونت یا آتش بس واضح هم نگفته که آتش بس اصلا ما به می کلمه کاهش خشونت هم موافق نیستم این وقتی که ما کاهش خشونت میگیم به این معنا که اگر یک قطره خون میریزه او اصلا مشروعیت داره یعنی به که باید آتش بس سراسری شود یک قطره خون که میریزه او تحت حرمت قرار داره از دید اسلام ما به کاهش خشونت هم موافق نیستم و طرح 90 روزه هم طرحی نیست که حلال مشکلات افغانستان باشه یعنی آتش بس سراسری نیست آتش بس باشه که در نهایت ما یک راه حل را پیدا بکنیم که مردم افغانستان یک زندگی داشته باشه که حداقل حق نفس کشیدن را به آرامی داشته باشه و دیگه ما شاهد کشتار و انتحار و انفجار نباشیم ما باید به صلحی که واقعا از لحاظ امنیت فیزیکی و روانی داشته باشیم به او برسیم و باز دو حالت ما نیاز به کمک های خارجی هم نداریم مردم افغانستان باز توانمندی از را داره که شما در مورد مقاومت گفتین که حالا حکومت مخالفت های خود می داشته باشد در مورد تر در صورتی که تطبیق شود و اگر آمریکا با طالبان حالا رایزنی دارن به نتیجه برسن فکر میکنید که مقاومت نشان بده با توجه به گذشته نشان داده که در خیلی از موارد گذشتن در خیلی موارد گذشتن اما در این طرح فکر کنم که یک تفاوت وجود داره نسبت به طرح قبلی او خود یک حسن نظر یا حسن نیت خود را حکومت افغانستان نشان داد که 5000 زندانی را رها کردند و ما دیدیم که دوهم نشستش موفقیت نداشت و اگر امریکا یا سازمان ملل متحد ضمانت بکنه که
بالاخره ما این طرح را به کرسی میشانیم و کسایی که رها میشه دوباره به صفوف جنگ نمیرند و امی طرح باعث ازی میشه که صلح آتش بس 90 روزه به دائمی تبدیل میشه، باز مشکل نبود. سپاسگزار آقای چکری، برمیگردیم اما پیش از آن میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه بسی صلح خوش آمدید. آقای جانبدار، در نهایت حالا پس از نشست مسکو، تلاش های آمریکا و سازمان ملل و حالا که وزیر دفاع آمریکا به منطقه آمده، به هند، پس از اون به کابل آمد و حالا هم وزیر خارجه افغانستان به هند رفته، چیزی در حال اتفاق افتادن است؟ خب شما میدانید که توازن و بلانس قوا و تدارکات نظامی در منطقه در حالت تغییر است. به شما معلوم است که کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای همسایه ما که دارای سلاح اتمی است، اونا به هیچ وجه تحرکاتی که ایالات متحده آمریکا در این منطقه روی دست داره او را نمیپذیره و میخواین که جلوگیری بکنن. و یکی از نشانه های بسیار واضح حادثه که در بیسود واقع شد و چرخبالی که توسط اسلحه لایزری از بین برده شد، یک اخطار واضح با ایالات متحده امریکا است که نمیتونه نیروهای مورد حمایت خود را در اینجا سر جایش نگه داره. در همین مورد، در مورد صلح افغانستان حرفتان هم قطع میکنم، خیلی معذرت، تکلیف ایران چی میشه؟ و باید اونا مورد توجه قرار بگیرن. در کنفرانس ترکیه باید اونا حضور داشته باشن و اجماع منطقوی، اجماع ملی برای ما حل، فرمول حل معضله هست. مگر ایالات متحده امریکا در صدد عزیز که چی گونه برای کشور چین و روسیه و ایران مشکلات خلق بکنه. اگر اعلامیه مشترکی از اینا درست یک تضمین اجرایی داشته باشد، در اون صورت صلح به وجود خواهد آمد. در غیر از اون جنگ های ادامه خواهد داشت. خب فعلا چه فکر میکنین شما؟ به فکر من ایالات متحده امریکا قابل باور نیست و اونا در جستجوی جنگ های با اشکال مختلف هست در منطقه جنوبی آسیا و در جوار کشورهای رقیب خود. بسیار خوب، فکر میکنید آمریکا میتونه از منطقه تمام طرف ها را همسو بسازه و بعد به طرف استانبول بره؟ میتوانای دیده میشه؟ ایره میتونه، ولیکن به نفعش نیست. صلح در افغانستان به نفع امریکا نیست و در هیچ منطقه جهان صلح به نفع امریکا نیست. فقط جنگا، منازعات منطقوی به خاطر سلاح فروشی از اینا، به خاطر نفوذ از اینا، به خاطر به دست آوردن مواد ارزان، مواد خام ارزان، و این خو حیات امریکا بالای اینمی جنگ ها و اینمی مشاجرات است. پس شما با شروع سال 1400 دیگه خوشبین تر از گذشته نیستین که به طرف آینده بهتر بریم؟ خب مطلق گفته نمیتونیم، اگر اجماع منطقوی و ملی صورت بگیره، در اون صورت امریکا نمیتونه که اینمی بازی های خود و این منافقت های خود ادامه بده. در غیر از او، اگر اجماع منطقوی نباشه و اجماع ملی با وجود نبیه، امریکایی ها منافیش در این هست که جنگ های ادامه داشته باشه. خب فکر میکنید در نهایت اگر حرفای آخرتان بگیریم، ما میریم به طرف استانبول به یک روند که حالا به موفقیت برسه، میرسه؟ امیدواری هست، باید خوشبین بود. به حیث مسلمان ما باید همیشه خوشبین باشیم، ولی نیت امریکا قابل سوال است. بسیار زیاد تشکر. آقای عربزاده، شما چگونه میبینین موضوعات حالا منطقه را، تلاش های سازمان ملل، آمریکا، حالا لوید آستین آمده به کابل، حالا و وزیر خارجه افغانستان به هند رفته، در منطقه در حال چیزی در حال تغییر است به نفع افغانستان یا اینکه منافع خودشان راستی آزمایی میکنه؟ ببینیم که ما اگر جنای طالب است، اگر حکمت است، و ما عمیق دنی تقریبا دو نیم سه ساله که مثلا میشه از این کارکردهای امریکا که یا واقعا میخواه که در افغانستان صلح بده. بدبختانه که خود ما افغانا
نتوانستیم که ما امون نشست بین الافغانی که دو طرف هم طالب و حکمت امو استعداد و همو رو نتانستیم که ما پیش ببریم، امو استعداد نداریم. اگر امریکایان نمیخواست که در افغانستان صلح بیه، یک واضح در سال 2020 شما دیدی که یک امریکایی تلفات نداشت، یک نیروی خارجی در افغانستان تلفات نداشت و شما ببینید که امریکایی این حال شاید تا دین روز در جنگ منافعشان بود، امروز شاید در صلح منافعشان باشه. آقای جانبدار میگه که آمریکا به دنبال جنگ است و خشونت است، صلح نمیخواهد. ببینید اگر یا صلح نمیخواستن باز دمق وقت تو که یک دفعه میه پیش رئیس پیش حکومت میه، یک دفعه پیش طالب میده و خیلی کوشش داره که ما که امی ارزیابی میکنم کار کردی زیاره امریکایی خوشب نمیه، مگر در این وقتی که میبینیم در افغانستان صلح، یعنی کوشش میکنه که صلح یعنی بیه. شما میخواییم بگین که منطقه را همسوم میکنه با خودش میبره به طرف استانبول به شمول ایران؟ ببینه این ما باید کیره بپذیریم که ما با ایرانیا، با پاکستانیا، با روسا باید خود ما کوشش بکنیم که ما چطور یار قناعت بتیم، اگه ایران است، اگه پاکستان است، اگه روسا است. بدبختانه که ما همی استعداد نداریم با وجودی که فعلا هم نیست همی استعداد. اگر می بود ما باید وقت همی منطقه را اجماع شد ذهنت سازی میکنیم و جور میکنیم و این نیت اگر داشته میبریم. پس به صلح عادلانه بر میگردیم، به همون موضوع اول که به صلح عادلانه و پایدار فکرم نکنیم. نه صلح یعنی ایره بیبه ایره من یک چیز براتون میگم، بارها گفتیم و باز هم میگم امریکا میخواد که در افغانستان صلح بیه، این که چه رقم منافع اونا است و کار خودشان است، مگر این تطبیق میکنه. خب بدبختانه که اینجا هر روزی که از صلحی که ما مثلا وقت تیر میشه از این وقت کشی ما تلفات و بدبختی در افغانستان است. بالای نه ایرانی است، نه پاکستانی است، نه امریکایی است. اگر امریکایی هم است شما ببینید دان دروازهش اردوی ما استاد است، اونا سیف است. به که ما میگیم که باید قناعت بتیم هم پاکستان، ایران، روسا را، خود امریکای را و ما بشینیم که بریم به طرف صلح. اگر به این رقم نباشه و این تطبیق میکنه شاید که یک چیزی وقت گیر باشه، مگر این تطبیق میشه، تطبیق میشه و در افغانستان انشالله که این سال 1400 انشالله که امیدوار هستیم که امسال به طرف استانبول میریم به نتیجه میرسیم. شاید اگر او مذاکره اگر به نتیجه نرسیم به یک مجلس دیگهش برسیم، به دیگه مجلس برسیم، خب انشالله طرف صلح روان است. بسیار زیاد تشکر آقای چکری. شما دیدگاه شما را میشنویم در مورد صلح افغانستان در میان کشورهای منطقه به کجا رسیده و آیا به توافق جامع پیدا کردن؟ با توجه به اینکه نشست مسکو برگزار شد، 10 ماده بیرون شد، یا اینکه هنوز هم پیچیدگی های زیاد است و راه دراز؟ اصلا یکی از دیدگاه های ریالیستیک ها بر تنازع، ستیز و جنگ است. اونا به این باور هستند که بازیگران اصلی در روابط بین الملل دولت ها است و اکثر امریکا هم به همین دیدگاه ریالیستیکی پیش میره و بعضی از تیوری پردازا میگن که حاکم در جهان کسی است که در ابهار حاکم باشه و 90% ابهار تحت تسلط امریکا قرار داره. اگر امریکا بخواهد کشورهای منطقه را میتونه معتقد بسازه و کنفرانسی که در ترکیه هم برگزار میشه او هم به نتیجه برسانه. پس شما موافق هستید با عربزاده صاحب که حالا آمریکا تلاش میکنه در منطقه و این صلح افغانستان به موفقیت برسانه، آن چیزی که آقای جانبدار میگه که آمریکا به دنبال صلح نیست؟ دیدگاه ما این است که فعلا آمریکا میخواهد که یک رویکرد ظاهری صلح را در افغانستان تطبیق بکنه، اما این به معنای ختم جنگ نیست. گروه دیگر تشکیل میده، فعلا میبینید که قدرت ظاهر شده، یعنی چندین قدرت ها هستند، حتی بعضی کسا میگه که گروپ های تروریستی است، 20 یا 21 گروپ های تروریستی است. این به معنای از این است که ختم جنگ در افغانستان در منطقه است، اما
شیوه و نویت جنگ تغییر میکنه، چون افرادای نظامی خود را میکشه و تنها در افغانستان قدرت امریکا به شکل آموزشی و کمک‌های حمایوی و مالی در افغانستان وجود داشته می باشد، پایگاه های نظامیش وجود داشته می باشد، اما فقط عساکر خود را از افغانستان بیرون می کنه و جنگ هم در افغانستان ختم نمیشه. یعنی می خواهیم بگوییم که بحث داعش ادامه دوباره ظهور میکنه، در افغانستان دوباره اثر گرفته میشه، یعنی بحث ایران هم از اون طرف بحث فاطمیون مطرح است. بحث چیزی فاطمیون که آقای جانبدار مطرح کرده. فاطمیون به شدت قوی شده و قدرت شام بالا شده. حامی شام معلوم است کیران است. و مثال شام قبلا عمر عبدزاده صاحبم گفت و جانبدار صاحبم که علی پور از در بهسود وردک. و همچنان داعش هم قدرتش است و حامی شام معلوم است. بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز، فهیم شکری استاد دانشگاه و پرویز عربزاده عضو مجلس نمایندگان و همچنان حبیب الله جانبدار آگاه سیاسی از لندن روی خط تیسکای با ما وصل بودن. از شما هم سپاسگزاری میکنم تا این دم ما را همراهی کردین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.